سلام، خیلی مخلصیم. یه کلیپ 40 ثانیه‌ای چند وقتیه توی فضای مجازی از من داره دست به دست میشه. خواستم فقط یه توضیح مختصر بدم. این ویدیو در حقیقت یک مصاحبه 60 دقیقه‌ایه که مربوط میشه به یک تئاتری که من همون موقع اجرا میرفتم و مال 2 سال و نیمه پیشه. همون موقع هم یه سری اومدن سوء استفاده کردن و منقطعش کردن، قبلش رو زدن، بعدش رو زدن و اونجوری که دلشون میخواست اونو پخش کردن. همون موقع من اومدم توضیح دادم که ماجرا چی بوده، عذرخواهی هم کردم. الان هم باز اگر کسی فکر میکنه که من آزرده خاطرش کردم، رنجشی از من داره، من مخلصشان هستم، دستشم میبوسم، معذرت خواهی هم میکنم. ولی دوستای من، فراموش نکنید که من همیشه پشت شما بودم. چرا ما خوش شدن دریاچه ارومیه رو نمیبینیم؟ گرد و غبار خوزستان رو نمیبینیم؟ این همه اختلاس و دزدی رو نمیبینیم؟ سیستان و بلوچستان رو نمیبینیم؟ جازموریان بچه هایی که شناسنامه ندارن رو نمیبینیم؟ کولبرای کردستان و صدای تیرشون رو نمیشنویم؟ اسید پاشی اصفهان رو نمیبینیم؟ هر جا هر تیریبونی که دست من اومده بدون هیچ ابایی شروع کردم پشت مردم و ازشون دفاع کردم. از هیچ کس هم هیچ ترسی نداشتم. همین صدا و سیما قبل از انتخابات شروع میکنه، دخترایی که دو تا رو موشون هم بیرونه و به قول خودشون شل حجابن و اینا، شروع میکنه شون میده که ما رأی میدیم فلان اینا، وای وای جوانای ما میخوان رأی بدن و فلان کنن و اینا. انتخابات تموم میشه، کاندید مورد نظر فلان جناح رأی نمیاره. آقا دخترها رو نشون میدن، پسرها رو هم نشون میدن، اینا انا اینا رفتن رأی دادن به این کاندیدا، اینا میخوان مملکت رو فساد برده. ای بابا زندان باشن بیرونن، اونایی که باید تو باشن برعکس بیرونن. من نمیدونم این پولایی که در میاد واقعا کجا میره، چون زندانی ها رو مردم عادی آزاد میکنن، سرطانی ها رو باز مردم کمک میکنن، اونایی که ندارن رو باز مردم حمایت میکنن. واقعا من برام سوال پیش اومده که پولایی که میاد کجا میره. من اینو همیشه گفتم که من کارگر زادم با افتخار. نه برادرم وزیره، نه بابام حکومتی بوده، نه خودم از جای رانت گرفتم، نه خواهم گرفت. و انشالله دعا میکنم هر مسئولی، هر وزیری، هر آقازادهی حق مردم خورده، انشالله خدا از حلقومش بکشه بیرون.